سلام به رفقای عزیز خودم، امیدوارم که عالی و درجه یک باشید. آقا اصل اول آموزش های من، حالا نه تنها آموزش های من، همه دنیا اینه که باید انرژیت بالای بالا باشه. توی این قسمتمونم قراره دیگه از اینجا به بعد اول هر کلاسمون رو همینقدر پر انرژی شروع کنیم. من نمیدونم الان اونور کار چه جوری نشستی، نمیدونم رو تخت دراز کشیدی داری ویدیو رو نگاه میکنی، رو پشت میزی، حالت خوابالو داری یا هر چیز دیگه ای. الان بلند شو 3-4 دقیقه قشنگ بالا پایین بپر، میخوام انرژیت برسه بالا تا یادگیریت به اوج خودش برسه، چون مطالب خیلی خفنی رو میخوام این جلسه بهت بگم. پاشو تنبلی نکن، پاشو بارکلا، بلند شو ببینم. اما من دیگه خجالت بکش دیگه، ببین با این وزنم دارم برات بالا پایین میپرم و در حدی که توانشو دارم. پاشو قشنگ بالا پایین بپر، پر انرژی میخوایم اینو استارت بزنیم. آفرین، احسن، ماشاءالله. آقا بعدن یه چند تا از این ویدیو آهنگا رو بفرستیم واسه بچه‌ها، قشنگ قبل کلاس قشنگ اینا رو ببینن و اوکی بشه، اینو حتما حواستون باشه. خب بریم با هم دیگه سراغ آموزش‌های این قسمتمون و استارت کارمون رو بزنیم، اونو دیگه چیز کنیم. خب رفقا ببینید، این بحث انرژی و اینا رو من واقعا دارم کاملا من چیز میگم، یعنی تحقیق شده دارم بهتون میگم. هر وقت این انرژی بالا باشه، یعنی دیدی خیلی ها میگن آقا صبحونه بخور قبل از آموزشت، نمیدونم فلان کن، بذار انرژیت اوکی باشه تا بتونی یاد بگیری، اینا قشنگ همش تحقیق شده است، یعنی همش واقعا یه سری آزمایش و اینا بوده، به این نتیجه رسیدن که اگر قبل از آموزش دیدن، یعنی اون لحظه‌ای که میخوای آموزشت اوکی بکنی، حالت خوب باشه و انرژیت بالای بالا باشه، یادگیریت هم خیلی خفن اتفاق میفته. پس حتما سعی کنید حالا یا مثلا قبل از مدرسه ورزش کنید، برید مدرسه، صبحونه خوب بخورید، یه سری کارهای این تیپی هست. قبل از کلاس منم حتما یه بالا پایینی بپرید. خب یعنی چون کلاس ریاضیه یه ذره بحثا سنگینه، ممکنه که به مشکل بخورید. بریم ما هم دیگه سراغ قسمت جدیدمون، کلاس جدیدمون، ببینیم که چه مطالبی رو داریم. آقا این قسمت یه سری مباحث جدید میخوام بهتون آموزش بدم که حالا شاید پارسال یاد گفته باشن، ولی خب مطرح اصلا نمیشد که حالا بخوایم بگیم یا نگیم تو نهم، ولی امسال جدیده دیگه، زیادم کاربردی نیستا، صرفا باید یادش بگیریم، اونم بحث بازه هاست. خب یه صفحه الان مجموعه عدد معروف رو من صرفا برای یادآوری براتون نوشتم. آقا عدد طبیعی و حسابی و صحیح و گویا و اینا چی هن؟ خب عدد طبیعی که 1, 2, 3, 4, 5 اینجوری میرفتیم جلو، عدد حسابی از صرف شروع میشد میرفت به بعد، صرف 1, 2, 3, 4, 5 و فلان. اعداد صحیح همه اونا منفی و مثبتشون، حالا 0, 1, -1, 2, -2, -3. اعداد گویا، اعداد گویا چی بودن؟ پارسال یاد گرفتیم، پیارسال هم بلد بودیم، همه اینا رو میدونستیم. اعداد کسری، آقا عددی که صورتش یه عدد صحیح باشه، مخرجش هم یه عدد صحیح باشه، فقط مخرجش باید حواستون باشه صفر نباشه دیگه، تمام عددی که به فرم کسری با صورت مخرج صحیح قابل نوشتن باشه و مخرج صفر نباشد. همین، ما مخرجمون نمیتونه صرف باشه، کسرمون تعریف نشده میشه. عدد گنگ چیا بودن؟ آقا عددی که گویا نباشن گنگن، کلا اینا حواستون باشه. آقا نمودار اعداد حقیقی جهان خلقت رو اگر در نظر بگیرید، اینور کیو یا گویاها باشن، اینور گنگها هستند، تعدادشون هم مشخص نیست، چون خیلی جاها دیدم اصلا یه چیزای عجیب غریبی میگن، اومده میگه آقا کتاب درسی اومده اینطوری کرده، اینطوری کرده، یعنی گویا اینجا، گنگ اینجا، یعنی گنگا بیشترن. چرا؟ چون نمودار ونش گنده تره. من رفتم مساحتش رو حساب کردم، مساحت مستطیل عمر بزرگتر از اینه، پس تعداد اعداد گنگ بیشتره. نه بچه‌ها، تعداد اینا رو اگه کسی میدونست که دیگه بحث نمیرفت اون بحث حالا شماره و ناشماره این حرفا. خب تعداد اینا رو کسی نمیدونه، اعداد گنگ و گویا رو نمیدونیم چند تان. خب پس نمیتونیم بگیم کی بیشتره کی کمتر، زیاد اصلا خودتون رو درگیر این بازی نکنید. اوکی بیایم اینجا، پس اعداد هر چی که گویا نبود گنگه دیگه. خب حالا اعداد گنگ معروفامون کیا هن؟ رادیکالی هایی که جذر نداشتن، مثلا رادیکال 3، رادیکال 5، رادیکال 7. خب اینا جذر ندارن، میگیم اعداد گنگه.
و خب اینا عددی که گویا نباشن گنگن، اینها رادیکالی، عدد اشاری که دور گردش نداشتن. یادتون باشه پارسال ما یه سری عدد داشتیم چی میگن ممیز بعد از ممیز تکرار داشتن همش، حالا متناوب ساده، متناوب مرکب، اونا همه گویا بودن چون تبدیل به کسر میشدن. و حالا این چیزا و معروف ترین عدد گنگ ما عدد چیه؟ معروف ترین، مشهور ترین، خفن ترین عدد گنگ ما عدد پیه که معلوم نیست چیه. 3 ممیز 14 15 17 19 همجوری میره تا N میلیون رقم اعشار داره که هیچ رابطه ای هم واسه رقم اعشارش پیدا نمیشه. این از این مورد. و اعداد حقیقی، اعداد حقیقی هر عددیه که ما در دوران دبیرستان میشناسیم، نه هر عددی در جهان ها، نه، چون ما یه سری اعداد هم تو دانشگاه یاد میگیریم بچه ریاضی، خب اونا اعداد موهومی هن. موهومی. پس اعداد حقیقی اعداد موجود در جهان نیستن که آقا هر عدد موجود در جهان رو دیگه میگیم حقیق، نه، در جهان دبیرستانی ما، در جهان دبیرستانی ما اعداد حقیقی همه اون عددی هم که ما میشناسیم، ولی خب در جهان واقعی عدد موهومی هم ما داریم که در دانشگاه بهتون آموزش میدن. این از این. پس در حد دبیرستان میدونیم که آقا شما گویه ها گنگ ها رو بریزی رو هم میشن اعداد حقیقی. خب تو بحث زیر مجموعه بودن و این حرفا، خب مشخصه که آقا گنده همه اینا کیه؟ گنده همه اینا اعداد حقیقیه، بعد اعداد گویاه. ببین گنگ کلن زیر مجموعه آره، هیچ ربطی به این اصلا نداره. گنده شون اعداد حقیقیه، بعد گویاه، بعد اعداد صحیح هن، بعد اعداد W هن چون یه صفر بیشتر از طبیعی داره، بعدش اینا این کوچکترین مجموعه معروفی که اینجا میشناسیم چیه؟ اعداد طبیعی. خب بریم سراغ قسمت جدیده، نمایش مجموعه ها به صورت بازعی. خب چیزی که جدید داره اضافه میشه برای شما. ببینید رفقای گل من، بذارید من اینو تا جایی که میشه در حد صفمون بازش کنم. خوبه اینجوری. ببینید بچه ها، ما نمایش مجموعه هامون، مخصوص مجموعه اعدادمون، یه وقتی بود میذاشیم تو آکولاد، اعداد قابل شمارش و گسسته بودن، قابل تشخیص بودن. بعد یه سری بود میداختیم تو نمودار ون، بعد یه سری ها بود مثلا به صورت نمایش ریاضی نشون میدادیم. حالا یه سری اعداد داریم پیوستن بچه ها، خب یه سری مجموعه هستن اعدادی که توشونن پیوستن، مثل اعداد حقیقی که در موردش صحبت کردیم یا اعداد گویا که در موردش صحبت کردیم، نمیتونیم اینا رو تیکه تیکه کنیم نشونشون بدیم. خب اینا پشت همن، مثلا از 1 تا 10، هر عددی از 1 تا 10، اون وسط یه عالمه عدد هست که اصلا قابل تشخیص نیستن، پر عدد گنگ هست، پر عدد گویا هست، همه چی هست. برای اینا یه نمایش اومده، نمایش رو محور، و اون هم به صورت بازعی. خب ما میخوایم این نمایش رو یاد بگیریم. این نمایش یه سری نمادها داره که ما باید بلدش باشیم. الان من میخوام اینا رو بهتون توضیح بدم. بیاید اینجا ببینید بچه ها، ما توی نمایش هامون حالتهای مختلفی داریم. یه نمایش بسته داریم. یعنی چی؟ مثلا میاد میگه آقا اعداد 5 تا 10، این یعنی همه اعداد 5 تا 10. اگر اومد دو تا اینطوری کروشه گذاشت دورش، خب یعنی خود عدد 5 و 10 هم قبوله. این اومده بسته، در اصطلاح سر و ته کارو بسته با خود 5 و 10، یعنی اینا هم هستن. خب حالا به صورت ریاضی چجوری نمایشش میدن؟ میگه ایکس هایی که بین آتابن، ببین مساوی هاشون هم هست، یعنی الان اینجا باشه میگیم ایکس های بین 5 تا 10. پس اگر بازعی نمایش بدن اینجوری نمایش میدن، خب محدوده اون اعدادی که داریم رو، دو سر بسته یعنی خود اونا هم هستن. ریاضی و مجموعی نشونش بدن اینطوری نشون میدن آقا ایکس بین 5 تا 10، خود 5 و 10 هم هست، مساوی میذاره. نمایش هندسی هم داره دیگه، میره چی روی محورها، این جوریه میگه آقا خب از 5 تا 10 یه خط میکشی، یعنی هر چیزی زیر این خط هست،
از 5 تا 10 قبوله. حالا اگر خود 5 و 10 هم بودن، یعنی بسته بودن، اینجا یه دایره داره که اینو باید پرش کنی، یعنی خود 5 و 10 هم هستن. تمام، اوکی. به این میگن نمایش بسته، یعنی دو طرف بسته، حالت مختلف داره، دو طرف بسته، دو طرف باز، یه طرف بسته، یه طرف باز، اینطوری همه اینا رو داریم کار میکنیم. بریم قسمت بعدی. نمایش باز چجوریه؟ تو نمایش باز دو طرف پرانتز میذاره. وقتی پرانتز میذاره یعنی آقا محدوده اعداد آ تا ب ولی خودشون نیستن، خودشونو نمیخوام. مثلا الان میگه آقا 6 تا 9، این یعنی هر چی بین 6 تا 9 ولی خودشونو نمیخوام. مثلا میشه 6 و یه ذره تا یه ذره مونده به 9، درست شد؟ 6 و 9 رو نمیخوام. این از این مورد. ریاضیشو چجوری نمایش میدن؟ میگه آقا x عدد حقیقی، عددی که بین آ تا ب دیگه اون نامساویامون بسته ندارن. حالا محورش چجوری میشه؟ تو محور الان مثلا اینجا 6 باشه تا 9، 6 و 9 رو دایره تو خالی میذارن. حل این از این مورد. نمایش نیمباز، نیمباز چی میشه؟ یعنی یه طرف باز یه طرف بسته، یه طرف باز یه طرف بسته، یه طرف بسته یه طرف باز. خب نیمباز حالتهای مختلف داره. الان مثلا اینجا بگه 7 تا 20، این یعنی همه اعداد از 7 تا 20 خود 7 هست، 20 نیست. یعنی از 7 میریم تا نزدیکترین جا نسبت به 20، یه ذره مونده برسیم به 20. اوکی، نمایشش اینجوریه. خب وقتی 7 هست، آ هست، این باید مساوی بگیره، خب این نباید بگیره، میاد رو محور، اون قسمتی که بسته تو پر، اون قسمتی که باز تو خالی، مثلا 7 تا 20. اوکی، قسمت بعدی هم همینطوری برعکس، اون ورش بسته است. مثلا میاد میگه 15 تا 30، این یعنی از یه ذره اونورتر از 15 شروع کن، برو 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 برس به خود سی، که 15 دیگه مساوی نداره، سی مساوی داره، و 15 تو خالی میشه، سی میشه تو پر. اوکی، حالا بچه ها چیزی که باید بدونید، بی نهایت چون جایی هستش که نمیدونیم کجاست، خب میگیم باز و تو نمودارمون نشونش نمیدیم، جایی نیست. چجوری اینجا رو نشون میدیم؟ مثلا آقا اب 5 چی شد؟ وایسید. مثلا از 5 تا مثبت بی نهایت، اولی که بی نهایت ها رو همه رو باز نشون میدیم چون نمیدونیم چیه که، بهش نمیرسیم که، خودش نیست که. میدونستیم بی نهایت چیه که دیگه مشکلی نداشتیم، مشکل اینجاست که نمیدونیم بی نهایت چیه، کجاست. میام اینجوری نمایشش میدیم. خب اعدادتون هم میگید از فلانی بزرگتر، این دیگه میشه 5 به بعد دیگه، مثلا میگیم x بزرگتر مساوی 5، 5 به بعد. میایم اینجا هم میگیم آقا خب تو پره 5 رو میذاریم دیگه، تهش دایره نداره، این تا بی نهایت میره، میره همینطوری دیگه، ته فلشش بسته نمیشه. الان اینجا رو نگاه کن، از آ تا بی نهایت خود آ نیست، تو خالی میذاریمش، بعد میشه بزرگتر از آ، اینها تو خالی رفت تا بی نهایت. سمت راست مثبت بی نهایت دیگه، سمت چپ منفی بی نهایت. الان اینجا منفی بی نهایت تو باز، بی هم باز، پس میشه منفی بی نهایت. از بی نهایت اومده، ببین از این ور اومده میرسه تا بی، خود بی هم نیست، و اینجا خود بی هست، تو پر میشه، یعنی الان اینجا بی تو پر میشه. اوکی، حالا از منفی میاد تا اون، میگیم عدد، ببین الان اعدادی که این ور داره نمایش میده اعداد کوچیکتر از بی ان دیگه همشون، پس میگیم کوچیکتر از بی. الان اینا همه اعداد کوچیکتر از بی ان دیگه، میگیم کوچیکتر از بی، چون خودش هم هست مساوی هم میگیره. پس این باز و بسته بودن، و ما قراره با این باز و بسته بودن کار کنیم دیگه. حالا بیا چند تا مثال اینجا. آقا مثلا میگه از 5 تا 11، خب اینو میایم اینجا میگیم 5 11، نمیخواد اون وسط رو دقیق مشخص کنید، دست رو تمام مشخص کنید، حله. اینجا تو پره میاد، اینجا میشه تو خالی، 5 تا 11. بعد مثلا بگیم از 6 تا 19 جفتشون بازه، میای اینجا میگی این 6 این 19
باز باز، یعنی نه 6 خودش هست نه 19 خودش هست، درست شد؟ مثلا بیایم اینجا بگیم از 17 باز مثلا تا مثبت بی نهایت، اینطوری میکنه، میگه آقا این 17 بازم هست، اینطوری یا علی برو تا ته. خب یا از منفی بی نهایت تا مثبت 6 بسته، میاد اینجوری میکشتش، مثبت 6 رو دارم، توپرم هست از منفی بی نهایت، درست شد؟ تا اونجا میاد. حالا اینا مثال هایی بود که وجود داشت. بریم جلوتر با هم دیگه در مورد اینا سوال حل کنیم یه ذره. بیاریم رو این. میگه کدام گزینه نادرست است؟ خب این که حالا چیز عجیب غریبی نیست، عدد طبیعی زیر مجموعه صحیح، گویا این هم که حقیقی، این صحیحه. میگه اشتراک گویا و اعداد طبیعی زیر مجموعه زده. تو اشتراک گفته بودیم اشتراک میشه عدد کوچیکه، میشه مجموعه طبیعی، خب کوچیکتر از گویاه، اینجا جوابش میشه n. n هم که زیر مجموعه صحیحه دیگه، پس این صحیحه، زیر مجموعه عدد صحیح. اشتراک صحیح و طبیعی خب میشه طبیعی دیگه آقا، این مثبتان این مثبت منفیان، خب کوچیکه میشه جواب دیگه، پس اینم صحیحه. این میگه اگر از اعداد حقیقی صحیح و کم بکنیم میمونه گویا. آقا چرا از اعداد طبیعی؟ بیا اعداد مثبت منفی رو کم بکنی، مثلا تو بیا مثبت 2 رو کم بکن. میگه ای آقا مثبت 2 رو کم کرده دیگه، مثلا مثبت 3 رو کم کرده، مثبت 4 رو کم کرده، کسری ها رو کم نکرده که کسری ها موندن رفیق، سوتی ندی. یا مثبت 2 هم کسریه، همون 2 یکمه، یا همون ده نمیدونم ده پنجمه فلانه، اینم کسریه، اینم از خودمونه، یعنی ما داریم اینجا اینا رو عوض میکنیم، پس دیگه اینجا فقط گویا نمیمونه، پس این خیلی دیگه داره حرف غلطی میزنه. اوکی بعدی، کدام گزینه درست است؟ گویا زیر مجموعه آر و زد. آقا آر و زد حقیقی صحیح جواب میشه کوچیکه، آیا گویا زیر مجموعه صحیحه؟ نه بابا صحیح خودش هرچی داره از گویا داره. بیا اینجا به جا به جایی ایجاد شده یه سری چیزاش حذف شده فکر کنم، نمیدونم چی نوشته، باز دال ببینیم چی به چیه. دال گفته که حقیقی و گویا اگر اشتراک بگیریم خب این میشه گویا، آیا گویا زیر مجموعه گنگه؟ خیر، این هم داره حرف غلطی میزنه. این یکی ها به جیم فکر کنم توی اشکال تایپی داشته دیگه، یعنی نیافتاده، شاید تو چاپش نیافتاده یا چی. حالا بریم مثال 33 ببینیم چی. خب مثال 33 میگه هر یک از عبارات را زیرا به صورت بازه نوشته و روی محور اعداد نشان دهید. خب ببینید یه سری کا، ببین رو اینا بالاخره مجموعه ان دیگه، یه سری اتفاقات توشون میفته، میتونی اینا رو از هم کم بکنی بازه ها رو، میتونیم بریزیم رو هم دیگه، میتونیم اشتراک بگیریم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. بیایید درسشو من اونور بهتون بگم. خب ببینید مثلا دو تا بازه داریم، این محور، این میاد میگه اینجا آ مثلا بی، اینجا سی، اینجا دی. مثلا یه محور، یه بازه شده از آ تا بی سی، یه بازه هم شده از بی تا دی. خب اومده میگه اشتراک اینا رو مشخص کن. بچه ها خب اشتراک اون جاییه که این دوتا روی هم قرار گرفتن. کجا روی هم قرار گرفتن؟ تو این محدوده. اوکی، محدوده‌ای که روی هم قرار گرفتن اینجاست، پس اشتراک اینا چی میشه؟ میشه بی تا سی. حالا بحث آخرمون اینه که خب بی و سی بسته یا باز؟ بیا اینجا پایینی بی رو داره، این وسط داره دقیقا، آیا بالایی هم دارد بی رو؟ خیر نداره، آقا بالایی بی نداره، پس تو وقتی یکی نداره یکی داره تو اشتراکشون وجود داره؟ نه، اشتراک چیزی بود که جفتشون داشته باشن، پس بی تو اشتراک نیست، پس نباید باشه تو اشتراک. خب
سی چی؟ آقا پایینیه سی نداره، بالاییه داره، پس سی هم تو اشتراکشون نیست، پس اشتراکشون میشه این. اوکی، اجتماع اینا چجوریه؟ آقا اجتماع یعنی همه اینا رو بریز رو هم دیگه. الان من همه اینا رو بریزم رو هم، مگه همه این اعداد رو پوشش نمیدم؟ از آ تا دی، خب از آ تا دی رو پوشش میدم. البته اینا رو آخرش مشخص میکنم. از آ تا دی رو داری پوشش میدی، چون ریختی رو هم اینا رو، اجتماع داری میگیری. حالا خود آ و دی هستن یا نه؟ آقا این که آ نداشت، اینا هم دی نداشت، پس اینا رو بریزی رو هم بازم آ و دی ایجاد نمیشه. پس اینجا میکنیم چی؟ دو طرف باز. این هستی بید یه مثال دیگه بزنم. بذار عددی بزن. این از این. یه مجموعه داریم از دو تا شیش، شیش رو نداره. یه مجموعه داریم از چهار تا نه، هم چهار رو داره هم نه داره. میگه اشتراک بگیر بین این دوتا. میام اشتراک بگیرم، میگم اشتراک جاییه که این دوتا بیفتن رو هم، توی این محدوده اینا افتادن رو هم، پس محدوده 4 تا 6. حالا باید ببینیم 4 و 6 هست تو اشتراک یا نه. پایینیه 4 داره، بالایی هم داره دیگه، اینجا تو پره، یعنی وسط کاره، جفتشون 4 رو دارن، پس بسته. 6 بالایی 6 نداره، پایینیه 6 داره. خب نمیشه نداره داره که، نداره داره تو اشتراک وجود نداره که، جفتشون باید داشته باشن، پس 6 میشه باز. حله؟ اجتماع اینا چی میشه؟ اجتماع اینا چی میشه؟ وقتی اجتماع میگیری کل این محدوده رو پوشش میده، یعنی هر چیزی که اینا میریزن رو هم دیگه، یعنی میشه چی؟ از خود 2 تا 9 میشه از 2 تا 9. حالا جفتشون هستن، آره همین 2 داره همون 9 داره، میریزن رو هم استفاده میکنن دیگه، جفتشون هستن. این از این مورد. پس این اجتماع اشتراکشون. حالا کار دیگه ای که با اینا میکنن چیه؟ منها. آقا میتونیم اینا رو از هم کم کنیم، چگونه؟ مثلا اینجا میگه 3 6 9 14، میاد میگه این یه مجموعه، مثلا این از این، این هم از این، مثلا این مجموعه آه، این هم مجموعه بی. خب میگه آه منهای به رو بگو. آه منهای به تو مجموعه چی بود؟ میگفتی بیا هرچی بی داره از آ ور داره دیگه. خب یعنی هرچی بی میبینی رو خط بزن، خط بزن. انقدر از آ هم میبره، میبره دیگه، نوش جونش برد. آ چی میمونه؟ از 3 تا 6. از این الان چی موند؟ اینجا دیگه 3 تا 6. فقط میخوایم ببینیم خود 3 و 6 هم موندن یا نموندن. آقا این که اصلا 3 وجود نداشت از همون اولش هم، حالا ببره یا نبره مهم نیست، 3 نداشتیم از اولش هم. بیا 6 قضیه مهمه این وسط. آقا بی تو این اتفاق هرچی داشت و برداشت برد، گفت من هرچی دارم میبرم. توی این مسئله 6 رو به نظرت با خودش برده یا گذاشته مونده؟ خوب دقت کن، مگه بی 6 نداشت؟ توپر 6، پس 6 رو با خودش برداشت برد، پس 6ی نمیمونه تو جواب باقی مونده ما، پس میشه باز. اوکی، این شد آ منهای بی. بذار ما بی منهای آ رو بریم همینجا. بی منهای آ چی میگه؟ میگه آ
هر چی هست خط بزن ببره، هر چی تو آ هست بردار. خب بیایم برداریم، بذار اینجا رو تو خالی کنم که قشنگتر شه. تو جواب قبلی اتفاق نمیفته، میگه آقا هر چی آی بیا هست کن دیگه، بی منو. خب ما آها رو میبریم، آها رفتم، چی موند؟ اینجا موند. چه محدوده ایه؟ 9 تا 14. قضیه اصلی اینه، 9 مونده 14 مونده. چجوریه؟ 14 که تای بازی هستم نبوده که حالا بخواد بره بیاد چیکار کنه، ولش کن. 9 مهمه. اومد دار و ندارش رو برداشت برد. تو این دار و نداره برداشتن بردنه، نهی هم داشت که برداره ببره. تو خالی بود، 9 نداشت اصلا. وقتی نداشته کجا برده؟ پس 9 میماند توی همون بی که بوده، 9 میماند. تمام حله؟ پس تو این منها کردنه، اولا که اون مجموعه که داره منها میشه رو کلا خط میزنه میره، ببینی چی میمونه، بعد در مورد دو سر بازت بحث میکنی. بریم ما هم دیگه جلوتر سراغ جزوه. میگه هر گز عبارات زیر نوشته نشان نهید این حرفا، میام جلوه هر کدومشون یه محور میکشیم. الف منفی 2 تا بی نهایت، مثلا این منفی 2 تا بی نهایت بازم هست، بره اونور. بعدی اشتراکش با منفی 3 تا 1، منفی 3 تا 1 جفتشون هم بازم. خب اشتراک اینا چی میشه؟ جایی که جفتشون افتادن رو هم دیگه میشه اینجا، میشه منفی 2 تا 1. خب منفی 2 تا 1 بشه، نه این منفی، یعنی این منفی 2 داره این نداره، این 1 داره اون نداره، پس جواب تهش میشه منفی 2 تا 1. جفتشون هم تو بازن دیگه، چون جفتشون منفی 2 رو ندارن پس اشتراکشون هم نداره، جفتشون 1 رو ندارن پس تو اشتراک هم نباید باشه. حله؟ این از اون مورد. منفی 1 تا 4، خب بریم اینو مشخص کنیم. از منفی 1 تا 4 که 4ش هم تو پر، این تو خالی. بعدی منهای 2 تا بی نهایت، یعنی ما میخواییم 2 تا بی نهایت از اینجا حذف کنیم. این 2 هم تو پر تا بی نهایت. رفقا میخواییم اینو حذف کنیم از این، یعنی بیا اینجا خط بزن، اینو اول حذف میکنیم، میمونه چه محدوده ای؟ منفی 1 تا 2. منفی 1 تا 2، منفی 1 که اصلا نبوده، حالا تا 2 دیگه میخوام ببینیم 2 میمونه یا میره. خب این دوست عزیزمون 2 رو با خودش برد، داشت و برد، حقش بود، مالش بود، میخواد ببره برد، پس دیگه تو جواب نهایی 2ی باقی نمیمونه، پس جواب نهایی 2 نداره اصلا. این از این دیگه، اینم چون شبیه اون بالایی جی مال خودتون. بعد من دالو حل کنم، بذار این خط بزنم، دالو حل کنم، بذار ببرمش بالا. خب اینجا اینم از این، بذار اینم پاک کنم، ترتمیز بنویسیم. 0 تا 4ه، مثلا این 0مون باشه بره تا 4
که خب چهارمون بسته است، اینم باز، این از این. میخوایم از این بیایم این وسط یه تکیه کو برداریم. آقا این وسط یه یکی است، خب میخوایم یه دونه رو از اون وسط ورش داریم بندازیم بره، میخواد بپره بره. خب اینجا باید چی کار کنیم؟ ببینید این یکه که وقتی از این وسط برداشته شه یعنی یک رفت، خب یک رفت اینجا دیگه میشه تو خالی. خب یعنی الان جدیده میشه اینطوری، در اصطلاح یک با رفتنش این بازه رو تیکه پاره کرد، یه بازه یه تیکه بود رفت، این وسط حفره ایجاد شد، حفره، به اینا حفره هم میگن. یعنی الان نمایش این بازه چجوریه؟ نمایش این بازه رو میگن از صفر تا یک اجتماع میده، میگه آقا از صفر تا یک بریز رو چی؟ یک تا چهار، اینطوری نمایشش میدن دیگه. اوکی یکشو برداشتم دیگه، یکو برداشتم تو خالی شد، پس هر کیو برداری تو اونجا برش ایجاد میشه. از صفر تا چهار بود یه دفعه ها، ولی چون یکو برداشتم میشه از صفر تا یک، اجتماع یک تا چهار، اینجا اصلا یکی وجود نداره، نمایشش اون تیپی میشه، نمایش بازه‌ایش، اینم نمایش هندسیش. خب بریم سراغ حالا آرمن های یک تا چهار. من هر رو نمایش میدم، بریم تو مثلا اون ور نمایشش بدم، آرمن های یک بسته تا چهار باز. آرمن های یک بسته تا چهار باز. خب اینو میخواییم چیکارش کنیم؟ یه اینو میکشیم. بچه آر میشه کل اعداد حقیقی، کل اعداد حقیقی. خب حالا فرض کن از این کل اعداد حقیقی یعنی کل این محوره دارم یک تا چهار رو بر میدارم، یعنی از یک تا چهار رو میخوام بردارم. خب کیا میمونن؟ انگار از اون محدوده اینا رو برداشتی، خب اینا میمونن دیگه. بذار اصلا یه جور دیگه، بذار اول کل عدد حقیقی رو بهت نشون بدم. این یک تا چهار این مجموعه همون، این هم کل عدد حقیقی، یعنی از این ور میاد میره تا این ور، این کل عدد حقیقی. یک تا چهار میخوایم ازش برداریم. برداشتن چجوری بود یاد دادم دیگه، گفتیم اون قسمتی که میخوای برداری کلا خط میزنی، تموم. پس این تیکه حذف میشه، انگار میشه این تیپی، این تیکه رفت اونم رفت. حالا بحث اینجاست، اینی که رفت، اینی که اومد یه قسمتش حذف شد، آیا یک و چهار رو هم با خودش برد؟ اگر برد باید تو خالی بشه، اگر نبرد تو پر. خب یک رو برد، بله اینها یک رو برد، بسته است، این خودش یک داره، یک رو میبره، پس تو جواب نهایی دیگه یکی وجود نداره، تو خالی. چهار نداشت که ببره، پس تو جواب نهایی چهار میماند. نمایش بازه‌ای این چی میشه؟ از منفی بی نهایت تا یک اجتماع چهار به بعد، اینجا رو دیگه بعد اوکی، این از این، این تیکه رو بعد با اون تیکه یکی کنیم، یعنی جواب اون کل ایناست، اینطوری نمایش میدن دیگه. بچه‌ها اینا رو یاد بگیرید، یعنی الان مثلا یه مجموعه اینطوری باشه، اینجا مثلا 8 تا 15 این دوتا رو بخوایم نشون بدیم یه جا، میگیم اینجا اجتماع اینجا، یعنی میگیم دو تا چهار اجتماع 8 تا 15 این تیپی نمایشش میدن بازه ایشو. خب اون قسمت بعدی چی بود؟ سوال بعدی آره
منهای 1 و 4 بود. دقت کنید، بعضی وقتا سوتی وجود داره. نگاه، این آر منهای بازه 1 تا 4 بود، این آر منهای خود 1 تا 4، خود 1 و 4ه. به یه مجموعه است که توش 1 و 4 داره. خب این چه جوری میشه؟ میگیم این از این کل اعداد حقیقی میخوام 1 و 4 رو از توش بردارم. 1 و 4 رو از توش برداشتم. خب میشه چند تیکه؟ میشه این 3 تیکه. یه تیکه قبل از 1، یه تیکه بین 1 تا 4 و یه تیکه بعد از 4. اینو چجوری نمایش میدم؟ میگم قبل از 1 تا 1، یعنی از منفی بی نهایت تا خود 1، 1 رو دیگه برداشتیم. اجتماعی این وسط از 1 تا 4، 4 هم برداشتیم. اجتماع 4 تا مثبت بی نهایت. میبینید کل آره ها، ولی دیگه 1 و 4 رو ازش برداشتم. این 1 کنده شد، این 4 کنده شد. این از این مورد. برم ببینم این ور دیگه مثال برای چی داشتم. اینو حل کنم. میگه -2 تا 3 که اون بسته است، این باز، اینم بسته است البته. اشتراک -3 تا 2 این تو خالی بود. اشتراک میخواد چیز عجیب غریبی نیست، اشتراک میشه این محدوده. حالا شما بگید ببینم تو اشتراکمون که الان شده -2 تا 2، دو داریم، پایینی 2 داره، بالایی هم 2 داره، حله -2 ببخشید، جفتشون دارن 2، پایینی داره، بالایی نداره. خب پس تو اشتراک وجود نداره. اوکی، این از این مورد. دیگه اینا همه اجتماع اشتراکن دیگه. من یه دونه اجتماع هم اینجا نمایش بدم، اون دوتا هم مال شما. این آخریه رو میگوید -2 تا 5 -2 تا 5 که دو جفتشون هم بازن. اجتماع -1 تا 11، -1 هم که اینجاست، 11 هم اینجاست. ببینی حدودی اصلا دقیق نمیخوای خط کش مت کش بذاری -1 تا 11 را. این از اینجا میاد تا اینجا بسته است. خب آقا ما این دوتا رو بریزیم رو هم یکی بکنیم، خب میشه از این اول تا این آخر دیگه. خب که -2 از همون اول وجود نداشته، این 11 داره، تموم شد، یکی شد از -2 تا 11. حله. بینم از این. بریم سراغ مثال بعدی، 34. گفته درستی یا نادرستی اینا رو بگید دیگه. خب میگیم الف، میگه آیا -1 تا 5 توی این وجود داره؟ زیر مجموعه شه؟ -1 تا 5 زیر مجموعه اینه؟ آقا این تهش تا 4 بسته شده، این 4.5 هم داره، چجوری میتونه زیر مجموعه این بشه؟ این خودش تا تهش 4، این مثلا 4.9 هم داره، پس این غلط. اینجا آ عضو این محدوده هست؟ نه اصلا آ نداره، بازه، آ وجود نداره. جیم میگه -3 و 4 عضوه. ببین اینا رو صوتی ندید بازه. ببین کروشه میاد یعنی فقط -3 و آکولاد میاد یعنی فقط -3 و فقط 4 دیگه. بالا پایین داره میپره. بذارید آب بخورم. اینجا میگه جیم -3 و 4 زیر عدد -3 و 4 تو این وجود داره؟ هستش واقعا عدد -3 و عدد 4؟ بله، عدد -3 اینجا هست، چون از -4 میاد اینجا میرسه -3، میره تا 4 هم اونور هست و این صحیحه. بعدی دال، آیا 3 عضو این مجموعه هست؟ آقا این داره 1 تا 5 هرچی هست و برمیداره میبره، پس 3 دیگه اینجا نمیمونه. اینم از این مورد. میاییم هی میگه -1 تا 2 آیا زیر مجموعه این بازه هست یا نه؟
بله این بازه گنده تر از این بازه است. چرا؟ چون این یه دو داره که این نداره. آقا این منفی یک تا دو، اینم منفی یک تا دو. این گنده تره چون این دور هم داره، این نداره. پس کوچیک زیر مجموعه بزرگ هست دیگه. توهی زیر مجموعه این است. بله توهی زیر مجموعه هم است. ز منفی دو و یک زیر مجموعه این هست. توی این منفی دو و یک میبینید منفی سه میاد بیان یا بله منفی دو هست. آیا یک هم هست؟ نه صرف تهشه. پس این غلطه. سه تا پنج مساوی این نیست. نیست دیگه، این سه داره این نداره، این پنج نداره این داره. پس اینا مساوی نیستن. دیدی سه و پنج، سه و پنج دیگه برابر نشه. پس این درست میگه مساوی نیستن. بیا اینجا صفر عضو اینجاست. بله بستش. منفی پنج دوم عضو اینجا هست؟ نیست. درست داره میگه. ببین اینجا البته این منفی پنج یکمه. خب منفی پنج میاد اینجا. منفی دو نیم قبول دارید اینجا هست؟ چون این از منفی پنج تا دو، پس منفی دو نیم اون وسط هست. منفی پنج دوم اون وسط هست. پس این میگه نیست. پس داره غلط میگه دیگه. دو عضو این مجموعه هست یا نیست؟ آر ازش دو سه رو برداشته. سوال من از شما اینه آیا این دو رو از اینجا برداشته برده؟ اون اصلا دوی داره که ببره؟ ایشون دوی داشته که از اعداد حقیقی ببره؟ نه. پس تو جواب نهایی دو میماند، اینجا دو میماند. پس دو عضو این مجموعه هست. این میگه نیست، داره غلط میگه. و مورد آخر میگه سه عضو اینجا نیست. خب ببینیم هست یا نیست. اعداد حقیقی از دو تا سه رو ازش برداشتیم. ببین این تیپی کل عدد حقیقی دو تا سه رو ازش برداشتیم. یعنی مثلا اینجا دو باشه اینجا سه میاد اینجا، این تیپی میشه دو تا سه حذف. آیا خود دو سه هم حذف شدن؟ اون اصلا دو سه نداشته ببره. ببین پرانتز این مجموعه دو سه نداشته که ببره، پس دو سه میمونن. پس میشه این تیپی. پس آیا سه عضو اینجا هست یا نه؟ آره دیگه سه داره دیگه. اینم از این مثال 34 ما میایم مثال 35. مثلا اینو این بر چقدر مونده تا برسیم به الگوها؟ این 4 5 تا تمرین. خب اینو من یه ذره کوچیکش کنم. میگه مقادیر ایکس را طوری بیابید که محیط شکل سمت چپ از محیط شکل سمت راست بیشتر باشد. خب بچه ها این تیپ کارا و بازه ها و فلان و این حرف ها پارسال ما نامعادله داشتیم توی این فاز. خب بحث نامعادله ها توی اینا مطرح بود و بحث مهمی هم بودن که نامعادله ها رو ما میتونستیم به صورت بازه نمایش بدیم به راحتی. این الان دوباره سوال نامعادله است. میگه مقادیر x رو طوری بیابید که محیط شکل سمت چپ از سمت راست بیشتر باشه. خب محیط سمت چپ چیه؟ یه پنج و پنج ده، یه یک و نیم سه دوم x میشه یک و نیم x، یک و نیم x سه x. پس سه x به علاوه ده محیط این سمت چپی است. میگه بزرگتر باشد از محیط این. خب محیط این چیه؟ یک و نیم سه با x چهار x، یه ایکس این داره پنج ایکس، یه ایکس این داره شیش ایکس، یه دو دو هم دارن میشه شیش ایکس به علاوه چهار. اینو میخواییم حلش کنیم. نامعادله نهم دیگه. نامعادله مثل معادله بود، اعداد یه طرف ایکس ها یه طرف. سه ایکس رو میبرم پیش این، از این کم میشه، این ور میمونه سه ایکس، چهار هم از ده کم میکنم این ور میمونه شیش. طرف این رو تقسیم بر ضریب مجهول میکنم، تقسیم بر سه میکنم، این ور میشه دو، این ور میشه x. پس میشه x کوچیکتر از دو. تموم شد نامعادله. x کوچیکتر از دو رو هم میتونست اون نمودار اینطوری نشون بدیم، خود دو که نیست و کوچیکترش. این از این. مثال 36 میگه در کدام بازه زیر نامعادله این برقرار است ولی نامعادله این برقرار نیست. خب نامعادله این چی میگه؟ 5x کوچکتر از 7، طرف اینو تقسیم بر x میکنیم، اولیه 1 میشه x کوچکتر از 7 پنجم، دومیه اینجا منفی 3x رو میبرم اونور میشه 3x.
خب هفتم میارم این برم میشه منفی 7 با 5 میشه منفی 2. پس در نهایت طرفینم تقسیم برای 3 بکنم میشه x بزرگتر مساوی منفی 2/3. خب آقا سوال گفته گزینه ای که یه تیکه هم از جواب این توش باشه این کلا نباشه. خب گزینه ای که این باشه این نباشه. بریم ببینیم کدوم یکی از این گزینه‌ها x کوچیک‌تر از 7/5 توشون وجود داره. خب این که کلا x کوچیک‌تر از 7/5 حالا من اینو درستش کنم اینه. خب کلا همونه، کلا همون جواب است توش، پس میشه x کوچیک‌تر از 7/5. پس این وجود داره؟ تو این x کوچیک‌تر از 7/5 وجود داره؟ بله، از منفی 2/3 تا 7/5. پس x کوچیک‌تر از 7/5 داره نمایش میده. اینم x کوچیک‌تر از 7/5 داره نمایش میده. اینم x کوچیک‌تر از 7/5 داره نمایش میده. اصلا این دو تا شبیه هم، فقط تو یه مورد اختلاف دارن که احتمالاً جواب هم یکی از ایناست. حالا میگه هیچ کدوم از جوابای این تو گزینه نباشه. این که بود، اوکی، میخواست باشه. حالا میخواد x بزرگتر از منفی 2/3 وجود نداشته باشه با یه رنگ دیگه. این توش x بزرگتر از منفی 2/3 میبینیم؟ بله، از منفی 2/3 تا 7/5 اینجا هست. پس این به درد ما نمیخوره. اینم از منفی 2/3 تا 7/5 توش هست. پس اینم به درد ما نمیخوره. اینجا از منفی 2/3 به بعد رو داریم. این داره میگه از منفی 2/3 به بعد. این اصلا تا منفی 2/3 میاد دیگه ادامه نداره. پس دیگه این توش وجود نداره. ببین این داره میگه x بزرگتر از منفی 2/3. آیا شما اینجا x بزرگتر از منفی 2/3 میبینی؟ خیر، تا منفی 2/3 اومده دیگه نمیره. پس دیگه اینجا وجود نداره. جوابمون هم همینه. گزینه 4 چرا نیست؟ آقا یه تیکه از جواب این تو این هست. اون یه تیکه چیه؟ به خاطر این مساویه این منفی 2/3 داره، اینم منفی 2/3 داره. ما نمیخوایم جوابمون تو گزینه باشه. پس این توش منفی 2/3 داره، به درد ما نمیخوره. جواب شد همین این که اولی رو داشت، دومی رو اصلا نداشت. بریم با هم دیگه سراغ 37. 37 میگه آ اینه، بی هم اینه، آمن های برو نشون بدید. خب بی رو پیدا کنیم. میگه بی x به صورتی که x عضو اعداد حقیقی، میگه منفی x عضو آه. بچه ها قرینه آه، واسه اینکه بی رو پیدا کنید باید آ رو قرینه کنید. داره میگه xه ولی منفی xاش عضو آه، یعنی قرینش تو آه. آقا آ رو قرینه کنی بی در میاد. چجوری آ رو قرینه کنیم؟ هیچی، طرف اینو تقسیم بدیم منفی. میگه آقا مگه آ بین منفی 3 تا 4 نیست؟ خب طرفین رو تقسیم برای منفی کنی بی به دست میاد. طرفین رو تقسیم برای منفی کنی، اولا اینکه نامساوی ها میدونید طرفین تقسیم برای منفی بشن جهت نامساوی برمیگرده. یعنی الان اینجا بی این میشه اینوری، اینم میشه اینوری. خب 4 میشه منفی 4، منفی 3 میشه مثبت 3. پس بی تولید شد. بی قرینه آ بود دیگه، آ رو تقسیم برای منفی کردیم بی در میومد. حالا بیاید بریم رو محورم نمایش بدیم و بریم جلو. خب آ منفی 3 تا 4ه که منفی 3 تو پر، اینم تو خالی. بی هم منفی 4 تا 3، منفی 4 این از این تا 3، 3ش تو پره. آی منهای ب رو میخواد، این بیه دیگه. آی منهای ب یعنی بیا بی رو کلن حذف کن. چی میمونه؟ این محدوده از 3 تا 4. 4 که کلن از همون اول نبوده. حالا بی با خودش 3 رو برد. بله بی با خودش 3 داشت و برد، 3 داشت و میبره. پس تو جواب ما 3 باقی نمیمونه. همین تاوشت. اینم بازش دیگه که میشه تهش یه همچین حالتی. این از این. بریم سراغ سوال 38. آ این بی این سی این، آنگاه آ اجتماع سی منهای بی. خب آ و سی رو بریزیم رو هم. بذارید از این خط به همان همون محور استفاده کنم. آ منفی 3 منفی 2 0 تهشون منفی 3،
آ منفی 3 تا 1 اینجا هم از این، اینجا هم از این. بعد میخوایم اول بریزیم رو سی، اول آسی رو بریزیم رو هم، تکلیف این مشخص شه. سی چی؟ از منفی 2 تا 2، از منفی 2 تا 2. این از این، این دوتا رو بریزیم رو هم، دوتا رو بریزیم رو هم چی میشه؟ میشه از منفی 3 تا 2 دیگه، یعنی اینا قلفتی میشن، از منفی 3 تا 2 میشه از منفی 3 تا 2. این شد چی؟ آ اجتماع سی. حالا بی کجاست؟ بی از 0 تا 4ه، از 0 تا 4ه، یعنی اینجاست. میگه بی رو بیا از این جوابه، از این اجتماع حذف کن، یعنی بیا بی رو حذف کن. کجا میمونه؟ این تیکه میشه جوابت، یعنی از کجا تا کجا؟ از منفی 3 تا 0، از منفی 3 تا 0. خب میخوایم ببینیم چیه. منفی 3 که از اول نبوده، الانم نیست. بحث اینجاست، بی صفر رو با خودش برد، بی صفری داشت که ببره؟ نه، بی صفری نداشت، کجا ببره؟ پس صفر در جواب باقی میماند. پس اینجا کلا میشه از اینجا تا اینجا، این تیکه باقی میمونه. بریم سراغ مثال 39. مثال 39 میگه اگر همچین چیزی، یه آیی داریم عضو اعداد طبیعی، مثل همون مجموعه هست دیگه، آی اینجوری تعریف میشه، آنگاه مجموعه همچین اتفاقی چی؟ آقا آ1 و آ2 و آ5 و آ7 رو میخواد. آ1 آ2 آ5 آ7. بریم اینا رو حساب کنیم. آقا میگه اگر آی تو هرچی بود بذار اونجا دیگه، آ1 یعنی جای آیا بذار 1، آ1 جای آیا بذار 1، میشود منفی 1 9 منهای 1 دوم، 8 دوم میشه 4. بعدی آ2 جای آیا بذار 2، میشه منفی 2 تا 9 منهای 2، 7 دوم. آ5 جای آیا بذار 5، میشه منفی 5 9 منهای 5، 4 دوم، 2. و جای آیا بذار 7، میشه منفی 7 9 منهای 7، 2 دوم، 1. مجموعه بازهات مشخص شدن، حالا این بلا رو میخواد سرشون بیاره. آ2 اشتراکش با آ5، آقا اشتراک این دوتا، بیا ببینیم چی میشه. منفی 5 تا 2 بعدش اونم منفی 2 تا 7 دوم، تا 7 دوم میشه اینجا دیگه 3 و نیم. اشتراکشون میشه اینجا منفی 2 تا 2، پس اشتراک این اولیه میشه منفی 2 تا 2. میایم پایینیه، یعنی آ1 و آ7 رو اشتراک بگیریم، آ1 و آ7. آ1 منفی 1 تا 4ه، آ7 منفی 7 تا 1ه، یعنی این از این، این منفی 7 تا 1ه. اشتراکشون میشه چی اینجا؟ منفی 1 تا 1. اینجاست دیگه این قسمت اشتراک. حالا گفته بالایی رو منهای پایینی کن، یعنی از منفی 2 تا 2 منفی 1 تا 1 رو بردار. بیا اینجا، از منفی 2 تا 2 منفی 1 تا 1 رو بردار. خب کدوم محدوده حذف میشه؟ این داره حذف میشه. چی میمونه؟ این قسمت با اون قسمت، یعنی از منفی 2 تا 1.
خب یکو داره با خودش میبره دیگه، منفی یک تا یک یکو با خودش میبره، چیزی نمیمونه. مثبت یک هم با خودش میبره، از اون ته چی میمونه؟ دو. یعنی این دو قسمت فقط میمونه، این قسمت و این قسمت، منفی دو تا منفی یک، منفی یک. این برم مثبت یک تا مثبت دو، که اینجا منفی یک رو خودش میبره، مثبت یک هم خودش میبره، پس در نهایت تو جوابمون منفی یک و مثبت یکی وجود نداره. بخش بعدی ما الگوهاست، الگوهای خطی، الگوهای درجه دو. ببین یه چیزایی میخوام اینجا بهت بگم، شاید تا الان خیلی الگوها رو دیدی، روش تشخیصهاشو، عدد بعدی چیه، عدد صدم چیه، عدد دویستم چیه. تو قسمت بعدی یه چیزایی میخوام بهت بگم، یه روشی میخوام بهت بگم که تو سه سوت الگو رو تشخیص بدی، هر الگویی که وجود داشت در کنکور سراسری تو سه سوت تشخیص بدی و جوابشو به دست بیاری. پس حتما ویدیو بعدی رو با دقت و انرژی کامل نگاه کن. فعلا خدافظ.